مسئولان محلی در هرات از موفقانه سپری شدن وضعیت اضطرار در ایام سرمای شدید خبر داده میگویند که تمامی مسئولان به طور هماهنگ جهت رسیدگی به شهروندان آسیب پذیر در این ولایت به اسرع وقت دست به کار شدند. آنان میگویند در شب و روزهای سرد اخیر نزدیک به 3500 تن از معتادان مواد مخدر از سطح شهر را جمع‌آوری کردند که در 22 مرکز تداوی و ترک اعتیاد جابجا شدند. ریاست هلال احمر هرات نیز از توزیع کمک‌های نقدی به صورت ماهوار برای 270 نفر از گدایان و تکدیگران در این ولایت خبر می‌دهد. با سرد شدن هوا در کشور، شهروندان هرات نیز شاهد سرمایه بی پیشینه‌ای در این ولایت بودند. در همین حال کمیته اضطرار هرات در هماهنگی با مسئولان محلی در این ولایت تدابیر فوری و پیشگیرانه اتخاذ کردند. محمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شهری اداره شهرداری هرات میگوید در جریان یک هفته نزدیک به 3500 معتاد به مواد مخدر جمع‌آوری و به مراکز درمانی جا داده شدند. نزدیک به 3500 معتادین تا هنوز جمع‌آوری شده و برای تقریبا 20-22 کمپ است که ماده کمپ‌ها را تقسیم کردیم. همه امکاناتی که نیاز بود برای ازیا مساعد شده. فضل رحمان فیاض رئیس هلال احمر هرات ضمن تأکید بر هماهنگی بیشتر نهادهای مربوطه از شناسایی 270 نفر از گدایان و تکدیگران زن در این ولایت خبر می‌دهد. او می‌گوید این افراد به صورت منظم از طریق کارت‌های بانکی ماهوار 2000 افغانی دریافت خواهند کرد. تیم‌های مجهز تا نوخت‌های شب گشته کوچه به کوچه، سرک به سرک، حتی پارک‌ها و جوچه‌ها را سیل کرده، کسانی که معتاد بود یا اطفال خیابانی بود به مرجع مربوط و زیرب تسلیم داده می‌شد. از سوی دیگر قطع جریان برق، یخبندان سرک‌ها و جاده‌ها و قطع آب شهری از مشکلات دیگری بودند که شهروندان هرات را در سرمای شدید با چالش‌های فراوان مواجه ساخته بود. مسئولان ریاست برشنا، فواید عامه و ریاست آبرسانی شهری از تلاش بی‌وقفه‌شان در جهت حل مشکلات و رفع چالش‌ها سخن می‌گویند. دین روز مکمل باز ساختن بعضی جایی که یخبند شده بود، یخبندان بود و بعض جایی که برف کش داشت مکمل همه باز شد. را بروی تمام موترهای ترانزیتی و ترافیکی باز بود. هر مناطق که از 3 ساعت در شبان دروز پرچوی از نازیاتر میشه، استثناء مگر او جایی که خطی از ناشارتی میه یا کدام عوارضی تکنیکی استثناء میشه، او خود جدا دیگه پر در غیر صورت. اگر کدام پرچوی که تایم از 3 ساعت بالاتر باشه، اداره برشنا جابگوی بازو به زودترین فرصت او موضوع بررسی میکنه، انشاءالله که تو موضوع پیش نیامده باشه. تمام سایت ما مجهز با سیستم برق شهری و دیزل جنراتور هست. در موقعی که برق شهری وجود نداشته باشه، توسط دیزل جنراتور ارائه خدمات کردیم و الحمدلله کدام مشکل تکنیکی بر نخورده. این در حالی است که سرمایه بی پیشینه و بارش برف نه تنها تن فقرا، کودکان خیابانی و معتادان را لرزاند، بلکه موجب قطع جریان برق و آب شهری نیز گردید. چالشی که تا هنوز به طور کامل حل نشده است.